سلام، یکی از پرکاربردترین متریالایی که توی شبیه‌سازی معماری وجود داره متریالای پارچه است و باز پرکاربردترین اونها متریال مخمله. سلام دوستان عزیز، رضا داسی هستم و شما توی کانال تیرزی پرشین هستید و اگه تا حالا توی این کانال سابسکرایب نکردید و این سبک آموزش رو پسندید فقط کافیه دکمه سابسکرایب رو بزنید. اگه علامت زنگوله رو هم بزنید به محض انتشار ویدیو جدید با نوتیفیکیشن مطلع میشید. خب امروز میخوایم نوعی ساخت متریال پی بی آر مخمل رو بهتون آموزش بدم. اول از هر کاری ما باید برای ساخت هر متریال، برای هر آبجکت و برای هر کاری رفرنس پیدا کنیم. خب اینجا همونطور که مشاهده میکنید متریال فیزیکیه مخمل اون تو دنیا واقعی که عکس گرفته شده که اکثرا عکس واقعی هستن. خب یک نمونه اینجا ببینید، این متریال مخمل روی این آبجکتمون، آبجکت مبل. متریال مخمل سه تا ویژگی داره. اولش اینه که ما بر اساس زاویه دیدمون روشنایی و تیرگی نور متفاوت. یعنی چی؟ یعنی شما اینجا ببینید هر چیز زاویه دید ما مستقیم باشه به سمت اون آبجکت مخمل تیره تره، هر چیز زاویه بیشتر باشه روشن تره. اینجا هم ببینید این قسمت ها یه مقدار تیره تره و هر چی به سمت زاویه بیشتر میره روشن تر میشه. این یه ویژگی که ما تو ساخت متریال رعایت میکنیم. مشخصه دوم متریال مخمل اینه که بر اساس اون پرز، چون جنس مخمل پرز مانند پرز داره و اون قسمت هایی که پرزها خوابیده خواب خودشون هستن روشنتر مثل اینجاها و اون قسمت هایی که حالا دست کشیده شده یا هرچی پرزها بلند شدن تیرن مثل این قسمت ها. میبینید لک لک ها به این دلیله که یه قسمت های پرزها خوابیده، قسمت های پرزها بلند شده. پس این خاصیت دومیه که بر رعایت کنید. مشخصه سومش ذب بودن مخمله. اینا به همون دلیل پرزایی که داره ما میتونیم زبری رو در بیاره که خب حالا این مشخص سوم حتما نیاز نیست که انجام بدیم، ولی خب اگر رعایت کنیم حالا تو رندرهای کلوزآپ که میخوام از آبجکت بگیریم بهتر میتونه خودش رو نشون بده. خب میریم تو نرم‌افزار 3D Max تا کارمون رو شروع کنیم. خب بچه من اینجا یه آبجکت تخت دارم، الان اگه بیاد خب ببینید اینجا آبجکت تختی دارم که مدل کردم. همجور که میبینید این بالشتا و پتو اینا هیچی با این ملافش، این تاج تخت و این پایه تخت که لمس کاری شده اینا قراره که متریال مخمل بگیرن به خودشون. این پشت و این قسمت ها و این دکمه هاشو با این لبه. خب حالا اجازه بدین تا من یک رندر بگیرم که شما همجوری ببینید. و فعلا اومدم یک متریال خام به تمام آبجکت ها دادم تا بعد اون متریال مخملش کار کنم. حالا برای این کار که بخواید یک متریال خام به کل آبجکتتون بدین، یک چیز رو همجوری از بیرون بهتون آموزش بدم. میان تو رندر ستاپ تو قسمت ویره گلوبال سویچ اینجا ببینید اوورراید متریال، یک متریال خام مثلا یک استاندارد مثلا نمیدید به بابا این نمیدید به این اینستنت و خب دیگه تمام آبجکتتون اون متریال میگه. خب حالا ما میخوایم که این آبجکت هامون که قرار متریال مخمل بگیره جدا کنیم از این متریال خام. اکسکلود رو میزنم. این تاج تخت رو ببخشید، این تاج تخت رو و کلا اون آبجکت هایی که قراره متریال مخمل بگیره رو من همشون یه گروپ کردم.
یه گروپ به نام ولوت، نه همشون یک گروپ، نه همشون یک گروپ کرد. خب میام اکسکلود رو میزنم و این ولوت که ببین تو داخل این حالت کرش ماننده، اینو اکسکلود میکنم. این یعنی اینکه یک گروپه، اکسکلود میکنم و دیگه این از این متریال خام جدا شده. مثلا میلی میکنم. خب حالا میخوام شروع کنم به متریال. سه تا نکته رو گفتم برای متریال مخمل، سه تا مشخصه گفتم. اولش چی بود؟ اولش این بود که بر اساس زاویه دیدمون روشنی تیرگی داره. برای این کار چیکار میکنیم؟ خب میام یک متریال بیره متریال میدم به آبجکتم که همین پای تخت باشه، برای که همین اول بتونیم مشخص کنیم که گرفته. یک رنگ همجوری بهش میدم، شما میبینید که اینا اون رنگ رو گرفتن. خب تنظیمات رندرمون اینجا استاد آی پی آر رو میزنم. استاد آی پی آر چجوره؟ یک رندر اینتراکتیو، انگار ریل تایم به ما میده که ما هر تغییراتی رو انجام بدیم میتونیم ریل تایم ببینیم، با یک کیفیت پایین‌تر امکان انجام میده. چجوری؟ نگاه کنید، مثلا من این رنگ اینجا عوض میکنم، ببینید ریل تایم داره انجام میده و من میبینم رنگ قشنگی هم شد. خب این از حالا این فعلا یه گوشه داریم. خب برای اینکه ما بخوایم اون مشخصه زاویه دید رو روش اعمال کنیم، از یه مپی استفاده میکنیم به نام مپ فالاف. فالاف هم از اینجا میتونیم بیاریم کلیک راست مپ جنرال. جنرال یعنی اون مپایی که مال خود مکس، ویره مپایی که مربوط به ویره. اگه کرونا رو فعال کرده باشم اینجا کرونا هم میاد، چون الان رندر ما تو رندر ستاپ روی ویره بس ویره بیره. اول این متریال رو تو ویره توضیح میدم، بعد میام رو کرونا هم بتونم، چون هیچ فرقی نداره ویره و کرونا، بعضی چیزاش متفاوته که اونم زیاد سخت نیست. خب فالاف رو میارم. فالاف چی میگه؟ فالاف داره میگه بر اساس زاویه دید ما به اون آبجکت رنگ تغییر میکنه. ببینید این سفید یعنی زاویه داره بیشتر میشه، هرچی زاویه به مستقیم میشه به اون آبجکت تیره تر میشه. خب من فعلا بیام اینو بدم همینجوری به دیفیوز. ببین وقتی شما به دیفیوز مپ میدین دیگه این رنگو نمیگیره، دیگه از مپ استفاده میکنه. حالا ببین اینجا مشخص شده، ببینید شما مستقیم دارین به این دایره نگاه میکنین، مشکی شده هرچی به دورتر میرین سفیدتر میشه. اینجا مشخص. پس ما اولین کارو تونستیم بعد انجام بدیم. این از این. حالا میتونید شما اینجا یکم با این میکس کرو کار کنید. شما میتونید با این کرو بازی کنید تا اون چیزی که باز بیشتر مد نظرتونه رو بتونید به دست بیارید. این مالا اینجا مثلا اینو اگه یکم بیارم پایین تر، اون زاویه مستقیم دید ما بیشتر میشه، یعنی تیرگیش بیشتر میشه. حالا میتونین اینجا ما یک نقطه اضافه میکنیم، ببخشید بذار من پاک کنم. خب هرچی زاویه ما کمتره مستقیمتره نزدیک به صفره به اون آبجکت تیره تر، هرچی زاویه بیشتر میشه میبینیم روشن‌تر میشه. و این برای این قسمت هایی که تو رفتگی داره، چروک داره، چین چروک داره خیلی خوب خودشو نشون میده. اینجا میبینید حالا میتونید حالت به زیر کورنر بذاریم یا به زیر اسموز و همچی شکلی مثلا در بیاریم. خب حالا این
اولین مشخصه که ما ایجاد کردیم. حالا ما اول ما میخوام یک رنگی بدم به آبجکتم. اون رنگ سبزی که اول انتخاب کردم خیلی جالب بود، خیلی خوش آمد از اینه. و برای اینکه بتونیم از یک رنگ استفاده کنیم و اون رنگ رو هی با کالر کارکشن تغییر بدیم، دیگه نیاز نباشه که از چند تا متریال برای چند تا رنگ استفاده کنیم، و اگرم یک جایی یک مشکل خوردیم خواستیم مثلا این رنگ سبزمون رو بعدا بنفش بکنیم، بهتره که از ویری کالر استفاده کنیم. اینجا ویری کالر رسیات بدرسید مپ ویری کالر خوبیش اینه که شما اگر خواستین بعدن رنگتون عوض کنید و اون رنگی عوض میکنید و کلیه متریالتون تاثیر بذار، دیگه نخواد یکی یکی رمه رنگ ها رو عوض کنید به خاطر اون یه دونه رنگ، ویری کالر میذاریم و بعد از کالر کارکشن استفاده میکنیم که بتونیم رنگش رو عوض کنیم. نیزه بینیم تا من بینیم این چه رنگی بود. خب من بذاریم نیزه بده خب من جو بمسه برویس 40 80 40 40 80 40 اون رنگ سبزمون، و اینو میدیم به من. قراره این رنگ هم رنگ روشنه باشه، پس میدم به مپ 2 که رنگ روشنمه سفید. خب ببینید همینجا خودشو داره نشون میده، اینجا تیره تر اینجا روشن‌تر، هرچی به سمت زاویه بیشتر میره. اینجا ببینید تیره روشن. حالا من نمیخوام که این از مشکی استفاده کنم، میخوام از همین رنگ استفاده کنه تیره تر که یه مقدار طبیعی تر به نظر بیاد. هاشم همینم خوبه ولی اونجور که من میخوام نیست، اینجا خیلی دیگه سیاه شده. پس میام چی؟ یه کالر کارکشن هم تو گفتم استفاده میکنم. کالر کارکشن میذارم اینجا، کالر کارکشن رو وصل میکنم به مپ 2 و اینم وصل میکنم به کارشن. من میگم از این رنگ استفاده کن. ببینید الان جفتش یک رنگه، چقدر تخت و بیروح شد مخملمون و متریالمون. اگه من الان این ازش بگیرم، ببینید همین یک دونه قانونی که رعایت کردیم کلی تاثیر گذاشت. خب دوباره من اینو برمیگردم به مپ بیا دیگه به مپ 1. خب من میخوام این تیره تر باشه، پس چی کار میکنم؟ من میتونم دوتا کار انجام بدم، یا از اینا استفاده کنم یا بیام گاماشو تغییر بدم. اگه هرچی گاما رو کمتر کنم رنگ تیره تر میشه. اینجا ببینید گاما رو مثلا میکنم 7 تیره تر شد یکم بیشتر، ببینید اون تأثیرشو گذاشت. این فعلا باشه، حالا بعدا اگه لازم شد بیشترش کنم. ما میتونیم اینجا RGB رم تغییر بدیم، یعنی افزایش بدیم تیره تر میشه. ببینیم این مثلا میکنیم بکنیم 1 باشه باید کمتر بشه، ببخشید 80% تیره تر شد. خب این از این. حالا الان من اگه بخوام این رنگ رو بعدا عوض کنم، ببینید اون همش تاثیر میذاره. یعنی مثلا اگه بیام نو ما بکنم اینا هم تغییر کرد. خب 40 80 40 اوکی این از این. خب بس ما فعلا قانون اول مخمل رو رعایت کردیم.
قانون دوم چی بود؟ قانون دوم این بود که چون مخمل یک متریال پرزیه و بر اساس اون خواب پرز تیرگی روشنیش تغییر میکنه، پس ما باید بیایم اون حالت رو شبیه سازی کنیم. چجوری؟ ما باید دو تا رنگ تیر روشن رو با هم میکس کنیم، با هم ترکیب کنیم و این کار رو با یک ماسک انجام بدیم، ماسکی که بتونه اون لکه ها رو شبیه سازی کنه، لکه هایی که قسمت هایی که مثل اینجا میبینه لکه ها رو بتونه شبیه سازی کنه. من جای ماسک دارم که خیلی خوب میتونه اون کار رو برای من انجام بده. من میخوام دوتا مپ به این بدم، یعنی با این ماسک کنم اون دوتا رو میکس کنم که قسمت های سفید بشه یک مپ هم یک رنگ، هم قسمت های مشکی هم بشه یک رنگ هم. یعنی اینا روشن ها رو بهش بدم، اینا رو تیرا. چجوری میکنم انجام میدم؟ میام تو مکس. خب اول باید از یک مپ میکس استفاده کنم، مپ جنرال میکس، اینو میدم به دیفیوز هم میکس رو ببینید، دو تا رنگ اومده با هم میکس کرده با این درصد و چون صفره یعنی از بالا داره میگیره مشکی، اگه 50ش کنم 50% از این میگیره 50% از این میگیره، پس یک رنگ خاکستری خونسا میشه. من الان نمیخوام از درصد استفاده کنم، من میخوام از مپ استفاده کنم. مپ هم اینجا میذارم، اون ماسک هم. خب حالا چه چیزی رو شما میخواید میکس کنین با هم؟ دو تا رنگ مخمل رو من میخواید میکس کنم با هم، یکی اینه آه. یکی دیگه هم میتونم از کالر کارکشن هم استفاده کنم، ولی اینجا نمیخوام از کالر کارکشن استفاده کنم، من میخوام از همین یک کپی بگیرم اینجا. خب از این فالاف، این فالاف هم بدم به دومی، اما روی میکس کرو این کار کنم، میکس کرو فالاف دومی تیره ترش بکنم. چجوری؟ به این دقت کنیم رنگشو و تفاوتشو با این. من یکم میارم پایین تر، میارم پایین تر، میبینید تیره تر شد، بازم تیره تر شد. دیدید فرق اینو با اینو؟ این اومد اون زاویه رو تنگ تر کرد و تیرگیم بیشتر شد. حالا خب حالا این الان فعلا داره 50-50 اینا رو با هم ترکیب میکنه، یعنی هیچ فرقی توی نیرم تا زمانی که من بیام اون ماسکو بذارم. خب من میام این ماسکو میارم اینجا، اینو میدم به بزن، اول اینو بدم به دیفیوزم که اینو اصلا چجور نمایش داده میشه. به نظر من خوبه ولی هنوز کار داره. بزن من یک کراپ بگیرم که باید همین تیکر رو رندر بگیره که زیاد طول نکشه. خب خوب به نظر میاد، میتونم یکم رو اندازش کار کنم، روی رویش کار کنم. بلارش باشه بهتره، چون قرار برای مخمل استفاده بشه بلارش بشه بهتر. یکم اینو تغییر بدم بزرگتر شد. یک کمی بهتر شد، بذاریم جا به جاش کنم که اون حالت تایلینگش مشخص نشه. فکر میکنم خوبه. خب حالا من میام اینو دوباره میدم به دیفیوز، اینو میدم به میکس آمد. حالا ببینید میده چه خوب لکه ها رو داره نشون میده.
میتونم اینو تیره تر کنم یا کم اینو روشن تر کنم؟ اجازه بدین من رو فالاس یکم کار کنم، اینو یکم یک ذره میبرم بالاتر، یکم اینجا این روشن تر میشه. یک کوچولو میبرم بالاتر. خب این هست. حالا میخوام یک مقدار دیتیل بیشتری بدم به متریالم. چجوری؟ اینجا رو ببینیم، ببینیم اینجا چین و چروک داریم، بازم زیاد داریم این چین و چروک ها. اینا رو میخوام بهتر نشون بده. میخوام بهتر نمایش بده، بهتر دیده بشه اینجا. هرچند چون تو ریل تایم هستیم، تو اینتراکتیو هستیم، اون میاد رندرمون رو نصف میکنه. ببین من تنظیمات واقعی رندرم رو 1000 در 1000 اومده، 519 در 519 گرفته که بهتر بتونه ریل تایم نشون بده. این کیفیت خروج واقعی نیست، بازم چین چوک دیدم شده. خب برای که بهتر بتونه نشون بده، ببخشید، میام از یک دیره درت استفاده میکنم. میخوام یک درتی بدم، بگم قسمت هایی چیه تو کنجم نور کمتر بهشون میخوره رو تیره تر کن، قسمت های دیگه روشن تر. ما یک مبحثی داریم تو پی بی آر، تو متریال پی بی آر به نام ای او، امبین اکولوژن. امبین اکولوژن چیکار میکنه؟ میاد میگه آقا اون قسمت هایی که نور نمیتابه یا نور توش گم میشه، بانس زیاد داره، مثل این داخل چین و چروکا، کنج مثلا دیوار، لای درزا، هم به نکولیجن میاد اون قسمت ها رو تیره تر میکنه. و این کار ما با توی ویره با مپ ویره درت انجام میدیم، توی کرونا با مپ ای او. خب میام اینجا مپ ویره ویره درت. خب ویره درت ببینید اینجا یه اکولودت کالر داره و یک آن اکولودت کالر داره. اکولودت کالر همون قسمت هایی که گفتم نور توشون گم میشه، ما میخواییم تیره بشه، و اون اکولودت هم که قسمت های کلی روشنه. مثلا من میبینم میدم به دیفیوزم، حالا بدونیم ویره در تو چجوری استفاده میدم به این میبینه. حالا با تنظیماتش من بازی میکنم تا بتونم اون چیزی که میخوام در بیارم. اول میام دوتا رنگ جیغ میدم به اینا، یکی رو مثلا میذارم آبی آبی، یکی هم میذارم قرمز. خب ببینید قسمت های بیرونی مون قرمز، قسمت های داخلی مون قرار آبی باشه. خوب به نظر من اینجاها رو یک سایه آبی بهش داده. خوب ما میتونیم با این بازی کنیم، با این ریدیوسش اون چیزی که میخوایم در بیاد. خب سازش میکنم، خوب به نظر میاد. حالا من میام به جره از مپ استفاده میکنم. خب حالا چجوری؟ من میگم یک دونه باشه این خروجیم که قرار شد این آن اکولودت بشه روشن آن که همون قرمز بود، میبینید آبی رو. حالا میخوام یکی دیگرم بدم به این، ولی با یک مپ کالر کارکشن اینو چیکارش کنم؟ اینو تیره ترش کنم. اسم اینجا میام ادوانس و اینو میذارم که یکم تیره تر بشه، تیره ترش، و باز بهتر داره میکشه اون چین و چروک ها، اون فرو رفتگی ها رو بیرون میکشه. خیلی خوب، پس این شد مشخصه دوم متریال مخمل. مشخصه سوم چی بود؟ این پورز بود، پورز های مخمل که حالت زبری داره، مخمل بیرون زدگی داره، ما بخوام بهتر نشون. حالا شاید من جا اگر درستش کنم خوب شما نبینید، ولی خب خودتون تو خونه اگر انجام بدین مشاهده میکنین تا
تفاوتش. اون برای که بخوایم زبری بدیم چند تا راه کار داریم. یکیش دیسپلیسمنت که میاد پسی بلندی میده با آبجکت، یکیش بامپه که به صورت فیک میاد پسی بلندی رو میده. اما اونجا میخوام از بامپ استفاده کنیم. برای بامپ ما میام از یک مپ سلولار استفاده میکنم. سلولار اینو فعلا میدم به دیفیوز. خب همونطور که میبینین شکل سلولار اونجوره، شبیه سلول سلول سلوله که الان خیلی بزرگه برای من. خیلی کوچکترش کنم، بزنیم زومتر کنم. من میام اینجا اول بلارش رو کم میکنم، خیلی کم. بعد سایز اینو کم میکنم تا اون چیزی که میخوام برسم. مثلا یک دهم بزنم چقدر میشه، چجوری میشه. بزن اول همه قبلیه باشه تا من یه چیز رو تنظیم کنم. من میگم رنگ سلولام اینجا سیاه باشه، اینا سفید باشه که بیشتر اون سیاه‌سفیدی خودشون نشون بدن. میبینید بهتر شد. حالا میام سایزشو کم میکنم، مثلا رو یک بذارم. خب خیلی باید کمتر بشه. دو دهم بهتره. حالا ما میایم اینو میدیم به بامپمون. بامپ و اینو میدیم به دیفیوز. ببینید اگه این بامپ رو بردارم کاملا مشخص رفتارش. حالا میتونیم با اندازه اون بامپ هم بازی کنیم. جانبه کنیم ولی شاید برای شما خوب مشخص نباشه. حالا بیایم اینجا تنظیمات ویره متریال تو قسمت مپ. بامپ رو میتونیم افزایش بدیم، کاهش بدیم، مثلا رو 100% اگه بذاریم. حالا این تو رندر نهایی فرقش مشخص میشه، اما فعلا سی باشه. خب حالا کار بعدی که میخوایم بکنیم، ما باید به این متریالمون یک رفلکتی بدیم. برای رفلکت ما میتونیم هم از مپ استفاده کنیم هم از رنگ معمولی. میتونیم از خود فالاف هم استفاده کنیم، چون تو دنیای واقعی هم برای آبجکت اتفاق میفته که شما وقتی از زاویه به آبجکت نگاه میکنید رفلکتش کمتر بیشتره، و هرچی میان از روبرو نگاه میکنید رفلکتش کمتره. ما میایم اینجا رفلکت. حالا فعلا یک رنگ معمولی میدیم، هرچی برم به سفیدتر رفلکت بیشتر، هرچی به مشکیتر رفلکت کمتر. یک کمی رفلکت میدم و با گلاسینس میام اون رفلکت رو کمترش میکنم. یعنی هرچی گلاسی باش بیشتر باشه، یعنی یک باشه شفافتر، و هرچی کمتر باشه شفافیتش کمتر. اون رو 7 میذارم چون نمیخوام نه خیلی زیاد باشه شفافیت هم نه خیلی کم. اینجا هم میتونیم پرش رو ببینیم، یک میذارم. این کامل رفلکت داره، حالا چون هیچ تصویری تو پس زمین و این مرمت نداریم نشون نمیده، ولی وقتی کمتر میکنم ببینید این اسپیکیولارا مشخصه. یک کم کمترش میکنیم، مثلا 65 سلام. خب این از این. حالا محله بعدی اینه که خب ما ویردرت هم دادیم،
میخوام که بیشتر این بازم قصی بلندی ها این چروک ها رو بکشم بیرون. میام چیکار میکنم؟ میام کل این متریال رو، کل متریالی که ساختم رو با یک متریال دیگه بلند میکنم، ترکیب میکنم با حالا یک مپ دیگه، با یک مپی این دوتا متریال رو میام بلند میکنم. خب برای اینکه چکار میکنم؟ میام یک کپی از این میگیرم، یک متریال ایرهی بلند متریال میدم و من این رو نمیخوام و دوتا متریال، یکی که بیسمونه مستند، یکی حالا میخوام اینا رو با هم با یک مپ فلاف دیگه ترکیب کنم. اینو میدم به ماسک این دوتا، به بلند مود این دوتا. خب من میخوام این دومی رو یک مقداری روشن ترش بکنم. برای این کار میام کجا؟ اینجا بعد ویردرتم یک کالر کارکشن میدم، شید بذارم اینجا. خب یک مقداری روشن ترش میکنم، برای که روشن تر کنم این آما رو بیشترش میکنم، این روشن ترش. خب اینجا تغییر نکرد، چرا؟ چون من این متریال رو دادم به آبجکتم، من بعد الان اینو بدم به آبجکتم، اسم آبجکت انتخاب میکنم و اینو بهش نسبت میدم. کروش میخوام یک کمی تیرگیش بیشتر باشه. بذاریم یک بندر بگیر از این قسمت رزولوشن بالاتر. بندر ما تموم شد. همونجور که میبینید چقدر خوب این تیرگی روشنی ها، این کنتراست، این پرزا، این مشخص شده، این پرزا، این چروک ها خیلی خوب اینجا مشخص شده. این بندر ما. خب این فعلا ساخت متریال مخمل ما توی میره تمام شد. میتونین بازم یه سری دیتیل ها بیشتر اضافه کنن اگه دوست داشتین، حالا خب این فعلا قابل قبوله. حالا با کرونا زیاد فرقی نداره با گریه برای ساخت متریالش، فقط تنها فرقی که داره به جای این گریه کالر، اجازه بدین من تنظیمات بلندر کرونا رو انتخاب کنم، اینجا بیام تو متریال کرونا، ببخش مپ کرونا، اینجا کرونا کالر، اینجا بره گری کالر کرونا کالر، اینجا رنگ انتخاب میکنیم، راست همین رنگ که اینجا هست. اوکی کالر کارکشن که همون کالر کارکشنه، چون تو قسمت جنرال مال خود مکسه. میایم اینجا فالاف هم که همونه، میکس به جای میکس
نه دیگه میکس هم که همونه به چی کالا کارکشن به جای بیردرت از مپ کرونا ای او استفاده میکنیم. میبینید اکلودت کالر آن اکلودت کالر و به جای ای او دیستنس نه دیگه این دوتا مپ این دوتا مپ قرار دیم، یعنی یکی میاد به این و یکی هم که البته این باید بیاد به این و یکی هم میاد به این. میتونین برای AO Distance برای که اون لبا خیلی شارپ نباشه از این مپ استفاده کنین که شارپ نباشه. خب به جای ویر متریال هم که کرونا متریال استفاده میکنیم اون MTL و به جای ویریبلن از متریال کرونا از کرونا اینجا نمیشه پیدا کرد اینجا کرونا چرا دیگه اونجا میشد کرونا لایر متریال داشت اینجا کرونا لایر متریال دقیقا یه بیس کالر داریم یه لایر یک و ماسک بیس اومدیم به این کت یک لایر یک و بلند یک به ماسک یک همین راحت. من اینو به گری تغییر بدم به یک رندر کلی بگیرم خب اینم از رندر نهاییمون. اگر از این سبک آموزش ها خوشتون میاد حتما این کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو هم فشار بدید. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.